أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغیب و الشهاده فینبئکم بما کنتم تعملون. بسیاری از اوقات در زندگی انسان کارش به اینجا کشیده میشه که چنان سرگرم دنیا میشه، چنان مشغول به کارهای روزمره دنیایی میشه که بعض از مسلمات دینی رو ازش غفلت میکنه، غافل ازش میشه، یادش میره، در حالی که به اون مسلمات دینی اعتقاد داره، انکارم نمیکنه، اما دچار غفلت میشه. مثلا اگر به هر کدام از ما بگن آقا امام اثر و حنا فدا الان در این عالم حضور دارند و هستند و موجودند، میگیم بله. یه روز انشاءالله ظهور میکنن، بله. یه ذره بیشتر اهل مطالعه و بررسی باشیم، الان به اعمال ما نظر و به رفتار ما حاضر و ناظرن و نظارت میکنن، جواب میدیم بله. اما در عمل میبینید که اون چه رو که با بله گفتن هامون نشون میدیم علم بهش داریم، در عمل میبینید متاسفانه این گونه نیست. سر مطلب کجاست؟ یه نکته بسیار مهمی که اینجا حائز اهمیته، چه در این مسئله معرفتی چه در موارد دیگر، اینه ما گاهی نسبت به یک مطلب دینی علم داریم، اما این علم ما به مرحله یقین نرسیده. خیلی چیزا رو میدونیم اما یقین متاسفانه نداریم. مثلا نسبت به معاد و قیامت، نسبت به مرگ، همه اینا رو علم داریم، اما رفتار ما نشانگر از این نیست که ما نسبت به معاد یک اعتقاد محکم و جازمی داریم. میدانیم اما به مرحله یقین متاسفانه نرسیده. خیلی چیزا رو دانستنی هست اما دیدنی برای ما نشده. اون چه من امشب میخوام بگم برای این نیست که یه مطالبی رو بدانیم، این مطالب رو میدانیم. اون چه امشب میخوام عرض بکنم، میخوام یه ذره به یقین نزدیک تر بشیم، یه ذره به سمت یقین حرکت کنیم، یه ذره برامون دیدنی بشه، از دانستنی خارج بشه. دانستن رو میدانیم اما کمی به سمت دیدن حرکت کنیم، یقین به این پیدا کنیم که اگه این یقین آمد، اون وقت زندگی انسان به سمت کمال زیر و رو خواهد شد. این آیه‌ای که امشب محضرتون تقدیم کردم، خدای متعال در این آیه شریفی که گمان میکنم سوره مبارکه توبه آیه 105 این سوره مبارکه است، خدای متعال می‌فرماید و ظاهراً با تهدیدم بیان میشه، یعنی خدای متعال گویی دارن بندگانشون رو تهدید میکنن. پیغمبر قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون و ستردون الى عالم الغیب و الشهاده فینبئکم بما کنتم تعملون. پیغمبر به این مردم بگو برید کار کنید، برید عمل کنید، چه عمل خوب و چه عمل بد، اما بدانید که اعمال خوب و بد شما در مرآ و منظر خدا و رسول خدا و سوم فرمود و المؤمنون و در مرآ و منظر مؤمنینه، مؤمنین هم اعمال شما رو دارن حاضرن و ناظرن و میبینن. سوالی که اینجا مطرحه این است که
دیدن خدا روشنه، خدا حاضر و ناظره، رسول خدا هم حاضر و ناظر معلومه که حالا بعض روایاتشو انشالله میخونیم. سوال این است که این مؤمنون در آیه کیا هستن؟ این یک سوال. سوال دوم این است که این دیدن اعمال توسط خدا و رسول خدا و مؤمنون مال دنیاست یا مال آخرته؟ اینم سوال دوم. اما سوال اول، خدا معلومه، رسول خدا هم معلومه، مؤمنین کیا هستن؟ از روایات استفاده میشه این مؤمنین، مؤمنین عادی و معمولی نیستن، بلکه مراد محمد و آل محمد علیهم الصلاة و السلام. محمد ابن مسلم علیه الرحمه میگه از امام صادق علیه السلام سوال کردم، گفتم آقا مقصود از این مؤمنون در آیه کیا هستن؟ حضرت فرمودن ایانا انا، مقصود ما اهل بیت علیهم الصلاة و السلامیم که حاضر و ناظر بر اعمال و رفتار شماییم. باز در یه روایت دیگری دارد، در این تفسیر نور الثقلین هست، میفرماید هم الائمه علیهم الصلاة و السلام. مراد از مؤمنون در آیه که حاضر و ناظر و شاهدن، مراد اهل بیت و ائمه علیهم الصلاة و السلام. اما سوال دوم، سوال دوم این بود که این مال دنیاست یا مال آخرته، اونجا میبینن یا اینجا میبینن؟ فرمودن از این وسط تردون الی عالم الغیب، بعد از این که بازگشتید به عالم غیب و شهود، اونجام بهتون خبر میدن و شهادت میدن، معلوم میشه این سیر الله مال کجاست؟ مال دنیاست، مال قبل از بعثه، مال قبل از این است که انسان از قبرها بیرون میاد، مال قبل از مرگشه. یعنی تا تو دنیا هستید خدا میبینه، رسول میبینه، اهل بیت میبینن، از دنیا هم که رفتید و به عالم غیب رفتید فردای محشر، اونجا هم خدا و رسول و مؤمنون که اهل بیتن شهادت به اونچه که دیدن میدهند که شما چه کردید. شواهد زیادی در روایات داریم. مثلا امام صادق علیه السلام در یه روایتی است فرمود ما لکم تسوؤون رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. صلی الله علیه محمد و آله. فرمودن چرا رسول خدا رو اذیتش میکنید و ناراحتش میکنید؟ فقال له رجل کیف نسوؤه، یک کسی سوال کرد آه چگونه ما حضرت رو ناراحت میکنیم، قصه دار میکنیم؟ فقال علیه السلام اما تعلمون ان اعمالکم تعرض علی، آیا شما نمیدانید که اعمالتون بر پیغمبر عرضه میشه؟ فاذا راى فيها معصیتا ساءه ذلك، فرمود وقتی معصیت و گناه رو در نامه اعمال شما پیغمبر میبینه، پیغمبر رو غصه‌دار میکنه. ابو بصیر میگه، میگه من در کوفه به یه خانومی قرآن یاد میدادم، به یه خانومی قرآن یاد میدادم. یه روز در حین تعلیم قرآن یه مزاح و شوخی با اون کردم، داخل پرانتز یه جمله دو سه تا نکته و تذکر بد نیست اینجا عرض کنم. دوستان عزیزم که هم جوان هستید، یکی از لغزشگاه های مهم شما چه الان و چه در آینده در بین مردم که میرید عبارت از این لغزشه، عبارت از نوع برخوردتون با نامحرمه. یه ذره بیشتر از ضرورت شد شیطان دمار از روزگار انسان در میاره، یه ذره خلوت شد شیطان اونجا حاضره. یادم خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله آیاس جواد علم‌هدا اومده بودی وقتی برای روحانیون کاروانا صحبت بکنه، به روحانیون چون اونجا یکی از مواردیست که اونجا خیلی مبتلا هستن، به روحانیون کارمون میفرم بود وقتی میاد یکی از این خانوما تو اتاق، در اتاق رو باز بگذارید،
یکی از مهمترین لغزشگاه ها برای طلبه و آخوند، چون گاهی خانومی میاد اسرار زندگیشو بیان میکنه، بیاد مسائل زندگیشو بیان میکنه، بعد در خلوت هم هست میخواد خصوصی هم بیان کنه، باید یه کاری بکنی که خدایی نکرده اونجا شیطان کار خودش رو انجام نده. یه راهش همینه، ایشون میگه در اتاق رو باز بذارید، یعنی یه جوری باشه دیگران بتونن برن و بیان. این خلوته بیچاره میکنه انسان رو. ابو بصیر میگه من یه مزاح و شوخی با این خانم کردم، اومدم مدینه وارد بر امام باقر علیه السلام شدم، حضرت شروع کرد منو عتاب کردن، فرمود ابو بصیر کسی که در خلوت مرتکب خلاف شد خدا دیگه به او اعتنایی نمی کنه، نسبت به او اعتنایی نداره. به اون زن چه حرفی بود زدی؟ حاکی از این که تو وقتی داشتی اون حرفو به اون زن می زدی من شاهد و حاضر و ناظر بودم. شرمندگی ابو بصیر میگه من صورتمو سرمو انداختم پایین، صورتمو گرفتم، توبه کردم که حضرت فرمودن مراقب باش دیگه تکرار نکنی. حدیث رو در بهار جلد 46 میتونید ببین. در یه روایتی دارد، حالا اینو به مناسبت اینجا آوردم، میفرماید من فاک هم رعتن لا یملکها، اگر کسی با زنی در حالی که محرمش نیست اون زن شوخی کرد، حبس به کل کلمت کلمه ها فی دنیا الف آمن فی النار، برای هر کلمه ای که با اون زن شوخی کرده 1000 سال تو آتش جهنم نگهش میدارن. ای کاش این حدیث رو میشد در من، حالا اگه بشه صبح کسبه باشن، یکی از ابتلاعات کسبه ما متاسفانه همینه، اینه قساوت قلب ها، کدورت دل ها، گرد و غباری رو که روی دل انسان میشونه، شوخی با نامحرم، بیش از ضرورت با نامحرم حرف زدن. باز در روایت دیگر دارد، اول عرایزم عرض کردم، گفتم منبر امشب برای اینه، میدانیم همه اینا رو، میخواییم یقینمون بیشتر بشه، به سمت یقین حرکت کنیم. باز در روایتی دارد که یکی از شیعیان امام صادق علیه السلام به نام داوود رقیس میگه من یه پسر عموی خبیث و معاندی داشتم، آدم خوبی نبود، میخواستم بیام به سمت مکه مکرمه، متوجه شدم وضع این پسر عموی خبیث و معاند من وضع زندگیش خوب نیست، خانوادش در مضیقن، یه بسته پول، یه مقدار پول برای همین پسر عموی خبیث و پلیدم فرستادم. وقتی آمدم مکه و بعد آمدم مدینه، یا اول مدینه بعد مکه، میگه شرفیاب به محضر امام صادق علیه السلام شدم خدمت حضرت، که نشستم حضرت ابتدا به سخنشون این بود، ابتدا گاهی شاید اهل بیت علیهم السلام با این نوع، یعنی اینکه بلا فاصله حضرت شروع کردن این مطلب رو بیان کردن برای اینکه طرف حواسش رو جمع کنه، یقینش بیشتر بشه. ابتدا حرف حضرت و فرمایش حضرت این بوده، فرمودن داوود روز پنجشنبه اعمال تو رو بر من عرضه کردن، وقتی در میان اعمالت اون صله رحم نسبت به پسر عموتو دیدم خوشحال شدم. فرمودن میدونم این صله تو با اون پسر عموی معانده، چون تو صله میکنی او جفا میکنه، او حق مطلب رو ادا نمیکنه، فرمودی موجب تسریع در مرگ و عجل او خواهد شد، ولی خوشحالم کرد که تو حتی پسر عموی خبیث تو فراموش نکردی و من این عمل تو رو دیدم. این جواب اون کسانی است که گاهی میگه آقا من یه برادری دارم، یه خواهری دارم، نمیدونم این نماز مثلا نمیخونه فلانه، پس من دیگه، یه وقت از ارتباط شما باعث میشه او در اون گناه تشویق بشه، این یه بحث دیگری است. اما مسئله صله و قطع رحم خیلی حساسه، حتی پسر عموی معاند. این جواب اون کسانی است که گمان میکنن صله رحم فقط رفتن خونه برادر و خواهر و سر سفره‌شون نشستن، این یه مصداق صله رحمه،
یه مصداق صله رحم که خیلی مهمه اینه. گاهی ارحام من مشکل دارن. خب این که اگه بری خونش مرغ و جوجه بخوری که تازه بهش فشارم آوردی، تازه مشکلشو بیشتر کردی، چون این مرغ و جوجه بالاخره زن و بچهشو درست سیر میکرد داد به شما خوردی. این صله رحم نسبت به این برادر و خواهر و پسرمو گرفتار این است که یک گرهی از زندگیش باز کنی، مشکل زندگیشو حل بکنی. فقط خونه رفتن و تلفن زدن مصداق صله رحم نیست. مرحوم صدوق رضوان الله علیه در این کتاب کمال الدینشون یه بابی دارن در مورد اون کسانی که خدمت حضرت رسیدن، و شاید اگر اشتباه نکنم چون ثبت و نوشتن خیلی سال قبل منه، گمان میکنم این مال باب اون کسانی است که خدمت حضرت رسیدن در غیبت صغرا، نه غیبت کبرا. مرحوم صدوق نقل میکنه از شخصی به نام حسن ابن وجنا، میگه من 54 سفر حج مشرف شده بودم. 54 سفر تو مسافرت های اون موقع، و معلومه که تو این سفرهام شاید همه چیزش این بوده که خدمت حضرت برسه. میگه یه شب یا یه روز زیر ناودان نماز مغرب و عشامو که خوندم، سرم موشتم رو سجده برای مناجات، یه وقتی هم یه نفر داره من رو تکان میده. سرم رو بلند کردم، دیدم یه آدمی از حدود 40 ساله گویی بهش اشاره میکنه با من بیا. پشدم دنبالش حرکت کردم، همینجور رفت در خانه حضرت خدیجه علیها السلام رسید. حالا یا خانه حضرت خدیجه یا خانه نزدیک خانه حضرت خدیجه علیها السلام، که این وهابی های ملعون خدا هرچی زودتر اینا ریششون رو بکنه، همه اینا رو، این میراث اسلامی و فرهنگی رو همه رو متاسفانه تخریب کردن، از بین بردن. وارد یه خانه شدم، یه نردبانی داشت که این خود این شخص که با من باهاش اومده بودم از این پله ها رفت بالا. یه وقت یه صدایی از داخل اتاق بالا آمد، فرمود حسن بیا بالا. میگه من از این پله‌ها که رفتم بالا تو اتاق، دیدم وجود مبارک مهدی آل محمد علیه الصلاه و السلام اونجا شرف حضور داره. حضرت اینو فرمودن حسن ابن وجنا، تو گمان کردی تو این 54 سفر من با تو نبودم، من کنار تو نبودم، من تو همه این سفرها با تو و در کنار تو بودم. بعد حضرت شروع کردن بعض از جزئیاتی که در این سفرها برای من اتفاق افتاده بود برای من بیان کردن. من از شدت حیرت از هوش رفتم، قش کردم که فلانجا فلان کار جزئی رو حضرت دید. عزیزان من، تو اون حجره و اتاق خلوت که حالا دیگه اخیراً تو این سالای اخیر یه شیطان متحرکم همه جا همراهمونه، این گوشی موبایل البته میتونه کارکرد مثبت داشته باشه اما کارکرد منفی داره و الا ماشاءالله داره. گاهی هم انسان رو توجیه میکنه شیطان، میگه آقا مثلا تو بالاخره یه طلبه هستی، باید از اخبار اطلاع داشته باشی، از دنیا اطلاع داشته باشی، نمیشه که سرت پایین باشه هیچی رو ندونی. خب وقتی هم که باز کردی خیلی چیزا رو میبینی. این وسوسه شیطانه که آقا تو یه طلبه و روحانی و من باید وقتی مردم با من حرف میزنن من خیلی چیزا رو بدونم، لذا من باید یعنی من گویی تافته جدا بافتم. نه آقا، تو هم همونی. اگر جایی مقدمه شد گناه، این شیطان عزیز من. بدانیم تو اون اتاق خلوت مردم و طلبه ها و رفقا ندیدن، اما امام اثر واقعا فدا داره میبینه. فرمود حسن ابن وجنا، تو همه این سفرها من کنار تو و با تو بودم. یعنی تمام جزئیاتی که تو در این سفرها مرتکب شدی من کنار تو بودم، شاهد بودم، ناظر بودم و اینها رو می دیدم. فرمود به شیخ مفید یه توقیع، حضرت نامه‌ای برای شیخ مفید نوشتن، فرمودن فانا نحیط علما بانبائکم،
ما به همه اخبار زندگی شما آگاهیم، خبر داریم. ولا یعزب عنا شیء من اخبارکم، هیچ کدام از اخبار زندگی شما از ما مخفی نیست. انا غیر مهملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم، ما هم آگاهیم هم شما رو رهاتون نمی کنیم. این نهایت مهربانیه. یه وقت است یه کسی از اعمال و رفتار زندگی شما آگاهه اما دلش برای شما نمی سوزه. اینجا حضرت می فرماد ما هم آگاهیم هم شما رو فراموشتون نکردیم. انا غیر مهملین لمراعاتکم، ما شما رو رهاتون نکردیم، ما رو شما رو فراموشتون نکردیم. یعنی خیلی جاها که حضرت شاهد و ناظره، ای بسا دست به دعا برداشته که من این گناه و معصیت رو انجام ندم، من این خلاف رو انجام ندم، اما گاهی شیطان اونقدر وسوسه کرده و دل رو تیره کرده که انسان به سمت گناه میلش تا نسبت به امام زمان بیشتره. موسی بن سیار میگه در یه سفری با امام رضا علیه السلام که میمدیم به سمت خراسان، رسیدیم به نزدیکی های شهر طوس، داشتن یه جنازه ای رو تشییع میکردن. امام رضا علیه السلام از مرکب پیاده شدن، رفتن به سمت این جنازه، شانه گذاشتن زیر این جنازه، یعنی تشییع کنن این جنازه. خدای حضرت بار اول دارن میان خراسان و طوس، این شخص کیه؟ اینجا حضرت آشنا و فامیلی نداره که رفتن تشییع این جنازه و زیر جنازه رفتن. بعد دیدم وقتی جنازه رو گذاشتن زمین، حضرت رفتن کنار این جنازه، نشستن کنار این جنازه، دست مبارکشون رو هم گویی گذاشتن برای روی این جنازه، روی سینه میت، فرمودن بشارت باد بر تو به بهشت، فلا خوف بعد هازهی، دیگه بعد از این ترسی نداشته باش. وقتی حضرت برگشتن، موسی بن سیار میگه من به حضرت گفتم آقا شما اولین بار بوده اینجا تشریف آوردین، آقا کی بود تو این شهر شما تا الان نیومده بودین؟ فرمود یا موسی بن سیار اما علمت انا معاشر الائمه تو عرض علینا اعمال شیعتنا صباحا و مساء، آیا تو نمیدانی که صبح و شب اعمال شیعیانمون بر ما عرضه میشه؟ صبح بر ما عرضه میشه، شب با بر ما عرضه میشه. آقا ما با یه آقایی در این عالم طرفیم که صبح و شب اعمال ما رو میبرن نشونش میدن، و اگه گناه باشه قصه میخوره، و اگه یه کار زیبایی باشه حضرت دعاگوی ما خواهد بود، خوشحال خواهد، چون خوشنودی حضرت اثر، شما مادرتو که خوشحال میکنی اثر وضعی داره، پدرتو خوشحال میکنی اثر وضعی، یه مؤمن معمولی رو خوشحال کنی اثر وضعی داره. وای از اون وقت دیگه تو زندگی امام عصر تو از خودت خوشنود کرده باشی، اثر وضعی داره. ولو حضرت دعا نکنه، خود این خوشنودی قلب امام عصر و هنافدا در زندگی تأثیر گذار خواهد بود. من یه قصه ای رو امشب با خودم آوردم محسوس، که این باز نشان از اینه که امام اثر و هنافدا هوای همه من و شماها رو داره. عزیزم خدا رحمت کنه، این شهرستان محلات، چون من با محلات وصلت کردم، یه امام جمعه ای داره که ایشون عقد ما رو هم ایشون خوند. سال 80 نمیدونم چند بود ایشون از دنیا رفتن، خیلی آدم برجسته، خیلی آدم پاک پاکیزه، خیلی هم تو محلات دوستش داشتن ایشون رو، هم پدر ایشون عالم محلات بوده هم خودشون عالم محلات بودن. ایشون تو دوران جوانیش میره این روستای داوودآباد عراق برای تبلیغ، شاید اولین بارش هم بود که اون روستا میرفت. یه عموزاده ای هم داشت، آقای آسد خلیل، که تو اون داوودآباد زندگی میکرد، آدم عیالواری هم بود، خیلی هم دست بالش تو زندگی باز نبود. ایشون میگفت من یه ماه رمضانی رفتم اونجا برای تبلیغ، روزای آخر دیدم من رو منبر که دارم صحبت میکنم، یه آقایی هی میشینه با این صحبت میکنه، بعد میشینه با او صحبت میکنه، بعد میشینه با او، میره پیش او، میره گفتم آقا بشین،
بشین. مثل من که گاهی میگم گوش نمیدن و اینا، ایشون هم گفت و عرض کنم که کسی گوش نرفتن و گفتن چشم میگیم ولی نگفتن. دوباره من گفتم آقا بگید ایشون بشینه، دوباره گوش به حرف اعتنایی نکردن. خلاصه دو سه بار تکرار شد. یا آقای اومد گفت، گفتم آقا ایشون داره چیکار میکنه، هی میشینه اینجا میشینه اونجا. گفتن ایشون داره اون انجام وظیفه‌ای که روز آخر باید نسبت به شما داشته باشن و داره قولا رو میگیره مینویسه، که هر کی مثلا یه آقا میگه من اینقدر میدم، یه آقا میگه من ایشون گفته بودن میگه من گدا هستم که این بشینه اینجا بشینه اونجا. نه آقا من هیچی نمیخوام، اصلا پول نمیخوام. میگه ما این حرفو زدیم، اینو دیگه نشستن، دیگه هیچی نگفت، نشستن. روز آخر شد، روز عید فطر، حالا آقا چیه دیگه کار تموم باید بره. میگه من پول نداشتم که برم، باید همین که میمدم مثلا سوار مینیبوس بشم باید یک کرایه به مینیبوس میدادم. رفتم و برگشتم اومدم خونه پسر عموم. پسر عموم هوشی که داشت متوجه شد، گفت آقا تاها، اسمش آسد تاها، گفت آقا تاها فکر کنم تو پول نداری برگشتی. گفتم آره. گفت حالا من کمکت میکنم. دیدم این خودش عیالواره، قبول نکردم، زور شد، رفتم سمت مسجد. مسجد تا دیدن منم اذان گفتن، اذان که گفتن چون روستا آخونده همیشگی نداره، اذان که شروع کردن گفتن مردم فهمیدن آخون دارن زور برای نماز اومدن. نه من نرفتم، تا دو سه روز من اونجا بودم، مردم بودم آقا پس شما چرا نمیری؟ گفتم که آقا عیبی داره من حالا موندم، شما چیکار؟ من موندم دیگه. یکی از اون اهل روستا آدم فتنی بود، اومد گفتش که آقای آتا من میدونم شما برای چی نمیری، من حاضرم به شما قرض بدم، من شما قرض میدم. گفتم باش. آقا این تا پولو به من قرض داد و من معطلش نکم. گفتن آقا صبر کن، حالا الان ماشین نداریم، تازه میشون ازدواج کرده بود. گفتن آقا صبر کن. گفتم نه میرم، یه جوری میرم. اومدم سر جاده، یه ماشینی وایستاد منو سوار کرد تا عراق آورد، یک ریال از من پول نگرفت. گفتم برم بازار یه پارچه چیزی برای خانومم سوغاتی بخرم. رفتم بازار، اون آشنا بود، وقتی خواستم این پارچه رو بخرم او هم گفت من یه هدیه کردم، او هم پولی نگرفت. حالا بخوام بیام محلات، زندگیش قم بود، همون پدرش و اینا محلات بودند و بعد مثلا میخواسته بیاد محلات بعد بیاد قم. یا آمدم سر جاده یه دون از این کامیونای محلاتی وایساد منو سوار کرد و دوباره منو تو محلات آورد، یک ریال نگرفت. ما آمدیم محلات، بعدم آمدیم قم. خونه که رفتیم، حالا همون روز یا فرداش، دیدم خادم آقای خونساری، مرحوم آیت الله لزمه آقای آیسد محمد تقی خونساری رضوان الله، اومد در خونه ما، یه پاکتی به من داد. گفتم آقا این پاکت چیه؟ گفت من نمیدونم، آقا اینو داده، ما یه پاکت، این پاکت پوله. رفتم پیش آقای خونساری، گفتم آقا این پاکت چیه شما بر ما فرست؟ گفت آقا ما که میدونیم شما اونجا پول نگرفتی، من این پولو برای شما فرستادم. میگه وقتی دیدم آقای من اینقدر کریم و نازنینه که من که اونجا پول نگرفتم تو قم برای من پول میفرسته، یک انقطاع عن الخلقی در من ایجاد شد. دیگه هرچی منبر میرفتم پولی نمیگرفتم، کار به جای رسید، من پول به مردم میدادم اما پولی از مردم نمیگرفتم. یعنی به جا کار به جای رسید، مردم از من میگرفتن اما من از مردم برای خودم پولی نمیگرفتم. چرا؟ چون اون آقای نازنین هوای انسان رو داره، میدانه که تو اینجا پول گرفتی یا نگرفتی، میدانه که تو در اونجا اون خلاف رو کردی یا نکردی. تمام اینها در مرعا و منظر اون آقاست. محمد ابن علی نیشابوری یکی از کسانی است که در نیشابور زندگی میکنه، از شیعیان امام کاظم علیه السلام، مرحوم علامه مجلسی رضوان الله در جلد 48 بهار این حدیث رو آورده. میخواد بیاد خدمت امام کاظم علیه السلام. شیعیان نیشابور یه پول سنگینی 30,000 دینار و
و همینطور اموال دیگر، مثلا لباس و امثال اینها، همراه محمد ابن علی نیشابوری که آدم مطمئنی بود کردن که بیاد مدینه خدمت امام کاظم علیه السلام و اینها رو تقدیم بکنه. وقتی آمد خدمت امام کاظم علیه السلام، همین که میخواست بیاد، یه پیرزنی در نیشابور زندگی میکرد به نام شتیته، که الان که میرید معروف به بی بی شتیته از ظاهرن قبر ایشون، به نام شتیته. ایشون یک درهم پول آورد با یه لباس بافته که 14 درهم ارزش اون لباس بود. گو محمد ابن علی رفتی اینو به امام بده. بعد این جمله رو هم گفت که این جمله عین آیه نیست اما استفاده شده، ان الله لا یستحیی من الحق، یعنی من گرچه یه درهمه اما چرا باید خجالت بکشم؟ من اینجوری میفهمم، چرا باید خجالت بکشم؟ من باید مثلا خمسمو بدم، باید اونی که تو مالمه بدم. ان الله لا یستحیی من الحق، که این از آیه گرفته شده ولی عین آیه نیست. میگه من به خاطر اینکه یه درهم انقدی نبود در مقابل 30,000 دینار پول، میگه این درهم بی بی شتیده رو یه ذره خمش کردم که با پولای دیگه گم و اشتباه نشه، لباسشم گرفتم آمدم خدمت حضرت. حضرت فرمودن درهم شتیته و لباس اون دوتا برادر مثلا اهل بلخ و فلان و فلان و بده، باقی رو ببر به صاحبانشون برگردون. حضرت اون همه پولی که فرستاده بودن قبول نکرد. بعد فرمودن که این 40 درهم یا دینار رو بگیر، برگشتی به شتیته بگو تو 19 روز از وقتی که این پول بهت میرسه تو زنده هستی، 16 تاشو خرج مثلا خودت کن، 24 تاشو صدقه بده یا برعکس، و یه تیکم از کفن خودم برات میفرستم. یه تیکم از کفن خودشون که خواهرشون حلیمه بافته بود، این رو هم به محمد ابن علی نیشابوری دادم برای شتیته خانم بیاره. و بعد فرمودن به شتیته بگو بعد از 19 روز که از دنیا رفتی، ما خودم میام نماز بر جنازه تو رو خواهم خوند. محمد ابن علی نیشابوری میگه من آمدم نیشابور، دیدم تمام اونهایی که حضرت پولشون رو قبول نکرده بود همه انحراف از امامت پیدا کرده بودن، از اعتقاداتشون برای لذا حضرت پولشون رو قبول نکرده بود. پول امام کاظم علیه السلام رو به شتیته دادم، 19 روز بعدش از دنیا رفت، در تشییع و نمازش امام کاظم علیه السلام برای نماز این پیرزن از مدینه یا از هر جای دیگر آمدن نیشابور، نماز بر او رو خوندن. وقتی خواستن تشریف ببرن به محمد ابن علی نیشابوری یه پیغام دادن، فرمودن محمد ابن علی به دوستان خودت سلام ما رو برسون، به اونا بگو ما ائمه علیهم السلام انی و من یجرا مجرای من الائمه لا بد لنا من حضور جنائزکم، ما حتما سر جنازه های شما حاضر میشیم، فی ای بلدن، هر کجا از دنیا برید ما میایم حاضر میشیم، فی ای بلدن کنتم، ولی بهشون بگو فتقوا الله فی انفسکم، بهشون بگو تقوای الهی رو در زندگی فراموش نکنن. کلام آخر من که عرایزم رو خاتمه بدم این قصه است. مرحوم آمیزعلی آقای فلسفی رحمت الله علیه، ایشون از این فراز حدیث معراج یه استفاده ای کرده، بعد زیلش ایشون یه قصه ای رو نقل میکنه. یه وقتی یه مصاحبه شفایی کتاب و اینا نه، یه مصاحبه شفایی با ایشون کرده. اون قسمت از حدیث معراج اینه، صلواتشو بفرستید. یا احمد، محمد، فمن عمل به رضای الزمه ثلاث خصال. فرمود پیغمبر اگر کسی به خوشنودی و رضای من عمل کنه، در مسیری که من میخوام حرکت بکنه،
من سه تا خصلت به او خواهم داد. یک، اعرفه شکرن لا یخالطه الجهل، به او یه قدردانی و شکری میدم که دیگه جهل و نادانی توش نباشه. و ذکرن لا یخالطه النسیان، یک یاد و ذکری، یه عدم قفلتی بهش میدم که هرگز دیگه نسیان و فراموشی براش نیاد. و محبتن لا یؤثر علی محبتی محبت المخلوقین، و یک عشق و محبتی رو در دلش میاندازم که دیگه هیچ وقت محبت من رو کمتر از محبت من، محبت مخلوقین رو ترجیح بر محبت من نده. نره به سراغ بچه‌هاش، نره سراغ همسرش، رفقاش، مهم براش من خدا باشم. فاذا احبنی احببتو، وقتی منو دوست داشت منم دوستش دارم. و افتح عین قلبی الی جلالی ولا اخفی علیه خاصت خلقی، فرمودن و افتح عین قلبهی، چشمان قلبشو باز میکنم، چشم بصیرت بهش میدم، الی جلالی به عظمت خودم. آخری که در حدیث معراجیون میخواد استفاده کنه اینه، و بندگان خاص خودم رو از اون مخفی نمی کنم. برگردم یه بار دیگه، اگر تو به رضا و خوشنودی من عمل کردی، من تو زندگی کاری میکنم بندگان خاص من از تو مخفی نباشن. یکی از حرفا و سوالات بعضی طلبه ها جوان ها این میگه، آقا یه استادی ما میخواییم که راه رو به ما نشون بده. استاد میخوای؟ در حدیث معراج میفرماد تو اگه به رضای خدا عمل کردی، خدا اون استاده رو برات قرار میده. خدا بندگان خاصش رو از تو مخفی نخواهد کرد. بعد مرحوم آمیزعلی آقای فلسفی، برادر آقای فلسفی واعظ رضوان الله علیهما که در مشهد اقامه نماز و جماعت داشتن، ایشون میفرمود بارزترین مصداق این بنده خاص عبارت از وجود مبارک امام اثر و اونا فداست. یعنی اگه تو در مسیر خوشنودی خدا حرکت کردی، خوشنودی خدا چیه؟ درسشو میخونه، مباحثشو میکنه، تخلف از اون چی که باید نکنه نمیکنه، تو مجلس گناه شرکت نمیکنه. آقا اینا دیگه نیاز به استاد نداره که. این که تو درستو بخونی استاد میخواد، این که تو مباحثه کنی استاد میخواد، این که تو نماز اول وقت ترک نشه این استاد میخواد، این که تو مجلس غیبت شرکت نکنی استاد میخواد، این که دروغ نگم استاد میخواد، این که نگاه به نامحرم نکنه، اینا که دیگه مشخصه که. حالا تو اون پیچیدگی ها گیر میکنی. جوابش اینه، وقتی تو اینا رو که گفتم انجام دادی، اینا همه رضای خدا درشه. میفرماد بندگان خاصش رو از تو مخفی نمیکنه. بعد ایشون آقای فلسفی این قصه رو ذیلش تعریف میکنه از یکی از بزرگان. میفرمود که یه طلبه آقای روحانی در یکی از روستاهای شاهرود از دنیا رفت. مردم هم خیلی دوستش داشتن، آدم خدمتگذاری هم بود. پسرش طلبه بود، رفته بود مثلا مشهد، قم، هر کجا، ولی درس اونچنانی نخونده بود، بازی کرده بود، بازی گوشی کرده بود، درس نخونده بود. این طلبه که وقتی اومد پدرش از دنیا رفت، مردم گفتن خب آقا چقدر خوبه همین پسر رو بذاریم جای پدر، در حالی که این سوادی نداشت، پسر رو گذاشتن جاش. آمی اومدن سوال شرعی میپرسیدن، ایشون هم هر چی به ذهنش میرسید میگفت. این وضو اینجوری بگیریم مثلا، میگفت آره نه. نماز اینجوری خوندیم درسته. روزه این باطل میشه، همینجور جواب میداد. عقد نکاح میخوند، عرض کنم وجوهات میگرفت، همه این کارا رو با هم قاطی کرده. یه مدتی گذشت، یه رو یا جلو آینه ایستاده یا غیرش تردید از منه، گفت فلانی تا کی میخوای این راه رو ادامه بدی؟ گفت چی کار کنم؟ برم بهشون بگم که بیچارم میکنن؟ گفت آقا میرم میگم هر چی میخواد بشه بشه، یعنی رضای خدا رو بر
غضب و رضای مردم ترجیح داد. گفت خدا باید از من راضی باشه، خدا باید بر من غضب نکنه. اینا کار آسونی نیست دا، این پارو نفس گذاشتن کار ساده ای نیست دا، این نگاه نکردن به نامحرمه، اون شوخی نکردن، اون غیب، اینا ساده نیست دا. ولی اینا نیاز به استاد نداره، ولی رضای خدا درش هست. اینجاست که راه رو برات باز میکنم. اومد بین مردم، حالا مسجد جایی دیگه، مردم من تو این مدت من درس درست حسابی نخوندم، لذا هرچی هم به شماها گفتم همه رو اشتباه گفتم. اگه یه وقتی عقدی بوده برید دوباره تجدید کنید، اگه پولی بوده بدونید اینجور شده. آریختن سرش تا میخورد اینو زدنش، تا میخورد زدنش. یه نیمه جانی دید دیگه نمیتونه اونجا زندگی کنه، از این روستا زد بیرون، اومد سر جاده و همینجور که میومد یه آقای کنارش یواش یواش اومد، رفیق شدن، یه بخچه ای داشت، پن کردن، ظاهرن غذایی خوردن، قصهشو تعریف کرد. اون آقا بهش گفت حالا میخوای درس بخونی عالم بشی؟ مولو گفت آره. گفت میری تهران مدرسه سید نصرالدین، یه امامزاده ای داره مدرسه هم کنارش. گفت میری اونجا پیش آمیز حسن کرمانشاهی، بهش میگی حجره با همین ظرائف حجره شماره فلان رو بهت بده، خودشم یه منطق برای تو شروع کنه. چشم. اومد تهران و رفت مدرسه سید نصرالدین و گو آقا این حجره فلان. خب به همین راحت که حجره به کسی نمی گفت، بفرمایید. کلیدو بهش داد. گو آقا خدا میزستن این کشمایی از علما بود، منطق اول ابتدایی که در شأن او نبود درس بده. گو آقا خودت هم یه منطق. گو چشم. شد براش یه منطق بنا شد بگذره. روزا می اومد آمیز حسن کرمانشاهی برای ایشون منطق میگفت. بعضی روزا ایشون این آقا میدید که یه سری چیزا رو میگه تو این کتاب نیست، یه سری چیزا رو میگه تو این کتاب هست. گو آقا بعضی چیزا رو تو میگه هست، بعضی نیست، قصه چیه؟ گفتش که آقا من کتابمو گم کردم، لذا مطالعه نمیکنم بیام. فرد پس برداش بهش گفت ببین کتابت فلانجای رخت خواب، خانومت قایم کرده، چون تو به خونه نمیرسی، همش تو درس و بحثی. رفت و کتاب رو پیدا کرد و هی دید گاهی خبرای اینجوری میده آمیز حسن کرم. گفت فلانی تو این خبرها رو از کجا میدی؟ اینم خیلی معمولی ساده بی تکلف. گفت من یه رفیقی دارم گاهی میاد حجره ما، او این خبرها رو به من میده. آمیز حسن کرمانشاهی متوجه شد که این آقا سیمش وصل، خودش هم خبر نداره. گفت میشه یه اجازه ملاقات از این مهمان محترمت برای من بگیری؟ گفت آقا این خیلی خودمونی، اجازه و این حرفا نمیخواد، هر وقت اومد بهت میگم بیا. گفت نه 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 تو اجازه بگیر من بیام. بالاخره معرفت داشت آمیز حسن کرمانشاهی. گفت نه تو اجازه بگیر. یه مرتبه که اون آقا تشریف آوردن، گفت آقای آمیز حسن کرمانشاهی میخواد شما رو ببینه. فرمودن بهش بگو هنو وقتش نشده، هر وقت وقتش شد چشم، هنو وقتش و زمانش نرسیده. آقایی سالها از عمر انسان میگذره، انسان لیاقت دیدار پیدا نمیکنه، اما اگر برای رضای خدا پارز روی نفس گذاش، خوشنودی خدا رو کسب کرد. حدیث معراج میفرماد پیغمبر من بندگان خاصم رو ازش مخفی نمی کنم. یادم معمولیه، گناه به اون بزرگی هم کرده، اما چون توبه کرده، خوشنودی خدا رو کسب کرده، خدا امام زمان و سر راهش قرار میده. السلام علیک یا مولای یا صاحب الزمان.